سفره‌های افطاری باشندگان لوگر شام دیروز زمانی خون‌آلود شد که یک مهاجم انتحاری معتربم گذاری شده اش را در نزدیکی بیمارستان مرکزی شهر پل‌علم انفجار داد. در این انفجار 24 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخم برداشتند. والی لوگر میگوید 16 کودک مشمول بانوان که در زایشگاه پل‌علم بودند زخمی شدند و تمام قربانیان این حمله غیر نظامیان هستند. 21 و 22 و 24 رسید 110 نفر زخمی داریم که یک تعدادش شدیدن زخمی است که با کابل انتقال شده. در بین زخمی ها زنام هستند و 16 طفل هم هست. مگر بیرنه تو که بدون غنسی خپل زخمی هم توجیه خپل زان زخم هم متوجه شو دیم مریضان و زخمی هم کمکون شروع کردن. تقریبا سلو رویه زخمی هم مراجعه کرده او یویش هم شهیدان دی. بیشترین جسد ها از دانش آموزانی است که از بهر سپری کردن آزمون کانکور به شهر پل‌علم آمده بودند. بی خبر از آن که تمام آرزوهایشان را با خود به خاک میبرند. در کنار تلفات جانی در دیوار سقف و شیشه خانه های نزدیک به محل انفجار آسیب دیده و زیان های هنگفت مالی به باشندگان شهر پل‌علم وارد شده است. شخصا از فامیل ما 5 نفر زخمی هستند و این 5 نفر یک سیاسر است و 4 نفرم 4 نفرم اطفال هستند. ما از تمام جنایت درگیر این تقاضا دارم که بیاین به میز مذاکره بیاین صلح کنن. در شهیدان کانکور امتحان در اغلی و در کانکور امتحان وار که در جمعه ورز در دوی لمبارو در جمعه ورز خلاص اون ویل ناوخت در منگر نظرت نسود لای اب سبب حضرت حرکتو کدی در طول محسلین دی. این حمله با واکنش های تند داخلی و خارجی روبرو شده است. حکومت این حمله را کار طالبان دانسته و رئیس جمهور غنی گفته است که طالبان به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز در افغانستان اراده ندارند. وزارت امور داخله میگوید که در مورد این رویداد اطلاعات قبلی وجود داشت و این حمله سوی طالبان انجام شده است. د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونه او د افغانستان نظام او د افغانستان خلک په دې باندې پوه دي چې طالبان غیر د وحشت ورانۍ او بربریت نه بل اجنډا نه لري. د دو هر هدف به انشاءالله د خاورو سره خاوري کیږي. این رویدادها همزمان با آغاز نخستین روز روند خروج نظامیان خارج از افغانستان رخ داده است. مردم بیشتر از پیش نگرانند که با خروج کامل این نیروها سرنوشتشان چه خواهد شد.